سلام و درود به همگی رفقا، چه خبر؟ خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. اومدم با دمه بازی ویکتوریا. سال 1922 هستش و پارت قبلی بازی بود که ما با عثمانی ها جنگیدیم، همینطور تونستیم از سمت هند هم پیشروی خوبی داشته باشیم. عملا هند شرقی در مقابل ما شکست خوردش. در این حال ما سعی کردیم که به مصر هم اعلان جنگ بدیم. اعلان جنگ دادن ما داره ادامه پیدا میکنه، ولی خب متاسفانه باید بگم که یونان و چین داره از مصر حمایت میکنه. اگه ما بخوایم به این اعلان جنگ بدیم، مجبوریم که با چین هم بجنگیم. تعداد سربازایی که چین داره گفته شده که مجموعا 1,500,000 تا هستش. سربازای ما هم کلا 500,000 تا هن. البته باید به این توجه کنیم که ارتش ما ارتش پیشرفته ای هستش. ما تا جای امکان روی اینا کار کردیم و الان همه سربازامون هم آماده هستن که به بهترین نحو ممکن به جنگم. ماشینگان هم برامون باز شده، بیمارستانی پیشرفته، همه چی اوکیه. بذارید ببینم. موتور سوارا احساس میکنم که زیاد شاید به کارمون نیاد. میدونید بیشتر برای اینکه بخوام فرار کنم و ما قرار نیستش فرار کنیم. ما قراره اینجا بجنگیم. اوضاع تولید ناخالص ما، بیاید با هم اینجا نگاه کنیم. تولید ناخالص ما الان دو برابر چینه، حتی از دو برابرش هم بیشتر شده. رنگ یک دنیا هستیم، پرستیژمون هم همینطور رنگ خوبی داره. باید بگم که یه مقدار استانداردهای زندگی اومده پایین. این هم بیشتر به این برمیگرده که جاهای زیادی رو تصرف کردیم و جمعیتمون به 80 میلیون نفر رسیده که یه سریاشون بیکار هستن. در این حال ما تونستیم برگم باز کنیم. الان دیگه چوبوریای ما به صورت برقی دارن کار میکنه. آره بچه، اگه توجه کنی اره برقی داریم. احساس میکنم که باید چوبمون اوکی باشه. او پسر، 10,000 تا هم چوب اضافه آوردیم. اگه اینجوری باشه یواش یواش دیگه بریم سمت ساخت کشتی، چون خب هم کشتی قیمت بالایی داره. پسر اینجوری ببین چه سودی هم داره میده. آره هم قیمت بالایی داره، همین که ما خودمون هم قراره کلی کشتیای جنگی نیاز داشته باشیم. حتی شاید به آمریکا هم الان جنگ دادم. خیلی تو ذهنم و همچنین چیزی که راهی جنگ با آمریکا بشین جدی جالب میشه. اوکی اوکی، اگه موافق باشید یواش یواش بریم برای شروع کردن. فعلا که نگفتم کجا رو میخوایم. 60 تا امتیاز داریم، خوبه. این 60 تا امتیاز رو باید نگه داریم. اوضاع مالیمون هم که پسر درآمد ما رو ببینه، اگه بخوام روی بیشترین لول مالیات بذارم 4 میلیون داریم سود به دست میاریم. حالا هزینه های ساخت و سازمون یه خورده بالاست، ولی پسر خیلی خفن شده. اقتدارمون اضافه است. میتونیم یه حرکتی بزنیم، بیایم روی چای یا تریاک مالیات بذاریم. بچه اینو بگم، این مالیات مربوط نمیشه به اینکه از جیب مردم بزنیم، این روی صادراته که تأثیر داره. پس من روی چای مالیات بذارم. خب بازم درآمدمون زیاد شد. زمان جنگ داره میرسه، قبل از اینکه اعلان جنگ بدیم میخوایم چه حرکتی بزنیم. اول از همه که به چی میگم 10% درآمدشو به عنوان گرامت جنگی بده. بعدش هم که 50 تا امتیاز دیگه داریم. کجا رو تصرف کنیم؟ یکی که گفتم اینجا رو میخوام، یکی هم بهتره که این قسمت رو بگیریم. بذارید ببینم کجاست. اینها در این حال بهتره که از اینجا هم یه خورده بیام جلو. لبنان هم بگیریم برای خودمون. اینم از لبنان. سری بعدی حالا شاید بیایم به فلسطین هم اعلان جنگ بدیم، یا اینکه نه اصلا بیام کل مصر رو دست نشانده خودم کنم که ارتشش رو نگه داره. فلسطین رو ببینید چه جای آبادیه، اصلا انتظار نداشتم. پس اصلا روحانی ها ندارن اینا. خب شهرهای خودمون شرطشون چجوری؟ لسه بذارید ببینم. تهران که داره همینجوری گسترش پیدا میکنه. پس راهن های اینجا کجاست؟ همینطور یه شهر جدیدم که احتمالا بعد قزوین باشه داره ساخته میشه. چرا راهن نداریم؟ چرا دیگه اینجا راهنه؟ خب داشتم به تو میگفتم شمالو ببین، مازندران به کجا رسیده. مازندران یه روستای کوچیک بود دیگه. جدی میخوام به جنگم بسن که اوکی اوکی، اگه موافق باشید من به کل ارتشمون بگم که حالت جنگ بگیرم و اینکه میخوایم از کجا حمله کنیم. یه سری ها بعد سریع بیان از اینجا حمله کنن و سعی کنن که میدونید راه مصر رو ببندن. یا رو اینجا توی محاصره بندازیم. یه سری دیگه هم از اینجا حمله کنن. بذارید ببینم اینجا 101,000 تا سرباز داریم. احتمالا با 66,000 تا هم بشه این ور رو جمع و جور کرد. حالا یه مقدار هم میشه بیشتر کرد. بقیه سربازامون هم بذارم اینجا هم حمله کنن. این هم از آخرین فرمانده ما. بذارید بچه ها بهشون بگم حمله رو شروع کنم. و یکی از فرمانده هامون بیکار مونده. من که گفتم تو آرمز من آماده جنگ بشی که چی میخواد با همون به جنگه. چین چند سرباز داره؟ الان بچه ها مجموع سربازه اینا به 1,000,000 میرسه. مجموع سربازه ما 522,000 تا. جنگمون داره شروع میشه. داریم یه حمله میزنیم که دست نشاندهمون داره حمله میکنه. پس مهم نیستش.
از اینجا با 14,000 تا سرباز داریم میریم جلو، احتمال میدم شکست بخوریم چون خب تعدادمون خیلی کمتره. این یکی اصلا انصاف نبودش که اینجوری با تعداد کم بریم. اینجا چه خبره؟ نه مثل اینکه مصر هم پیاده نظامش خوبه، اینجوری نیست که فرد ما ارتش خفنی داشته باشیم. از اینجا تونستن دفاع کنن. سمت چین به نظر میاد خودمون داریم حمله میکنیم، با 6,000 تا داریم به سربازهای 7,000 تایی چین حمله میکنیم و همینجوری شکست خوردن. اینا احساس میکنم که لول سربازاشون باید پایین باشه، شاید ما بتونیم اصلا چین رو شکست بدیم. داریم همینجوری میریم جلو. نایس نایس. با افزایش شدید قیمت مواد غذایی توی کشور به نظر میاد به حزب دموکرات دارن فشار میارن که میگن تقصیر شما بوده، قیمت مواد غذایی بالاست. خب ما هم میتونیم بگیم که اینجوری باشه مردم برگش دیگه بخورن. نه دیگه، این باعث میشه که دست به شورش بزنه، همینطور دموکرات پارتی از دستم ناراحت بشه. یا اینکه نه، آشپزخونه ها رو تامین مالی کنید. مردی که شکم پر داره کمتر اشتباه انجام میده. برای 2 سال میخواست 133,000 تا درآمدمون رو بیاره پایین. باشه ایبی نداره، من اینو قبول کنم. حالا چاره دیگه که نداری، نمیتونم اجازه بدم که دست به شورش بزنه. و اینکه آره، اینجا رو که پیروز شدیم، همینطور چینی هم تونستیم برای دومین بار شکست بدیم، همه جوره داریم میریم جلو. پسر اینجا رو ببینید، همشون شکست خوردن. این همه بتل داره اتفاق میفته، با 16,000 تا سرباز داریم به 24,000 تاشون حمله میکنیم و احتمالا یکی شکست بخوره. مطمئن نیستم احتمالا. دوباره اینجا چه خبر؟ ما از اینجا تونستیم بریم جلو. لحظه بذارید ببینم الان این جنگی که اینجا افتاد اصلا نمیذاره نگاه کنم. همینطور ما به قطارهای برگی هم که دست پیدا کردیم. خب الان بهش نگاه میکنم، یه لحظه بذارید ببینم جنگامون کجا هم هست. چرا جنگامون رو نشون نمیده؟ داریم با 7,000 تا با 5,000 تا حمله میکنیم و همینجوری شکستشون دادیم. 8,000 در مقابل 11,000 همینجوری داریم شکستشون میدیم. اصلا ارتشو که میبینن دارم هول میکنم پسر، واقعا خوب میجنگن. بودجه نظامی بالاست، همیشه اوکیه، بودجه هامون درستن. اینجا چه خبره؟ بعد از ظهر امروز علی آقا رهبر روشنفکرا یه سخنرانی آتشینی در مورد این قانونی که میخواییم تصویب کنیم کرده. با حمایت اون 15% قرار شانس تصویبش بیاد بالا. چرا که نه، من میخوام اینو بزنم که احتمال تصویبمون بیاد بالاتر. خیلی خوبه، جدی میگم، خیلی حال کردم. خب الان کارخونه آزاد که نداریم، شاید بهتر باشه که دیگه ریل نسازم. این ریلا رو دیگه بعد بیخیال بشیم. اینش ساخته نمیشه، اینو بیخیالشو ببینم داستان چی. اوکی، داریم همه جوره صندل سازی درست میکنیم. احتمالا به خاطر این باشه که چوبمون زیاده، ولی خب به جای اینکه چوبا رو اونجا مصرف کنیم، گندم هم خیلی زیاد شده و ما الان مشکل مواد غذایی داریم. من که همچین مشکلی حالا نمیبینم، قیمتش خیلی بالا نیستش. چوب، تخت چوب نداریم. اوکی، شیشه هم کمه و ابزارمون هم کمه. لباس همینطور. او صندل رو ببینید، 18,000 تا صندل کم اومده. عجب اوضاعی داره. خوب شد که داریم اینا رو میسازیم. شاید بهتر باشه که فعلا ما کشتیامون رو بیخیال بشیم، ببینیم شرایط جنگمون چجوریه. به خدا دارن نابودشون میکنن بچه‌ها، ما باید راهی جنگ با آمریکا بشیم. اصلا نمیدونم چی بگم. مرسی از کشتی های لول بالا، ریسرچ همون هم دارن خوب میرن جلو و ما اینجا شکست خوردیم متاسفانه بچه. این جنگ رو داریم شکست میخوریم. مثل نسبتا دفاعی بهتری داره، بیاید یه حرکتی بزنیم. از اونجایی که ریسرچ های ما یه مقدار دیر دارن انجام میشن، به نظرم بهتره که بیایم مدرسه بسازیم. حالا من خودم هم یه خورده ساختم و 12 تا دانشگاه داریم، کلا 12 تا دانشگاه. نمیدونم، شاید برای ما کم باشه. این هم که کارخونه های تولید برقه، بعد به اینجا برسیم که بتونیم برق بیشتری تولید کنیم. من یا بعد باز کنم آرت آکادمی، دانشگاه هنر رو بیخیال. همینطور بهتر که از این هم بخوره تولید کنیم. اگه بخوام از برقمون استفاده کنم بچه، کلی قراره تولیدمون. او پسر، درآمد رو ببینید، ببین چه قراره درآمدمون فرق کنه. اینجور داشته باشید 150,000 تا درآمدمون رو میاره بالا. نویس. من میتونم هم همینو بگم، دموکرات پارتی که نصر بذارید، اوضاع دموکرات پارتی اینها دیگه همچنان توی دولت ماست، ولی خب اینا از دستمون ناراحتن. اتحادیه کارگرها از دستمون ناراحتن، کارخونه دارا از دستمون ناراحتن. برای همین درآمدمون داره میاد پایین. 20% مالیاتمون رو گرفتم و این قضیه. اوه پسر، جرم های سازمان یافته یه چیزی مثل مافیا توی خوزستان هستش و ما
ما باید یه پولیو بذاریم که اون خرابکاریاشون رو تعمیر کنیم یا اینکه 10% اقتدارم رو از دست بدم. داره همینجوری پولمون رو منفی میده، دوباره 130,000 تای دیگه منفی. آخه من چی بگم؟ خب نمیدونم، اصلا بعضی موقع دارم تعجب میکنم الان سرویس ما کجاست، من که نمیبینم سرویسمون رو. و اینها خیلی زیاد داریم تولید میکنیم، شاید بهتر باشه که سرویس رو پیدا کنم، اینو بذاریم روی حالت عادی بمونه. و الان نگاه کنم ببینم اوضاع چجوریه. هنوز هم که کم نیست، چون یه مقدار کمه. به نظرم بهتر همینجوری داشته باشیمش. ارتشمون نسبتاً بیکاره، از اینجا تونستن برن جلو. خب بهتر نیستش که از این قسمت بهمون کمک کنین، چون که سربازه ما که دارن میجنگن اینا همشون سربازه خودن نیستن، دستشان دامون دارن کمکمون میکنن، همه جوره داریم از اینجا میجنگیم. چین چی میگه؟ چین هم سربازه کمکی فرستاده. شرایطمون اینجا هم که همه جوره چین شکست خورده، میدونید من دارم میبینم که ارتش چین آنچنان نتونست از خودش دفاع کنه، چون سربازشون کمه. فکر کنم بیشتر سربازشون آوردن اینجا، همچنان نمیخوان تسلیم بشن. یه مقدار ما وفادارهامون رو داریم از دست میدیم، یه مقدار داره شورش ها میاد بالا و اوزه کشتیای ما لولاشون نسبتاً میشه گفتش که بالا هستش. خیلی بهتر میشه که به اینجا برسیم و یه مقدار باید روش ریسرچ انجام بدم. حالا خیلی راحت نمیشه همه رو رفع شلو، ولی زیاد نمیشه گفتش که لول پایینی دارن. اگه موافق باشید بیام اینجا بذارید ببینم پورتو کجا هست، اینها کجا جمعیت بیکار داری. میتونم مثلا بیام یه 50 تا این قسمت بسازم، بیشتر از 40 تا اجازه ساخت نمیده، پس باید فقط 80 تا کشتی جنگی داشته باشیم دیگه. سمت بندرها یا مرزهای دریایی کارگرهای بیکار زیادی ندارم. و اینکه خب متاسفانه اتحادیه کارگرها، ببین بچه داره همینجوری درآمد منو منفی میده، به خدا من نمیدونم چی بگم، چرا اینجوری داره میکنه. همینطور این امتیازمون هم داریم از دست میدیم. باشه فعلا بذارید یه مقدار دیگه درآمدمون رو از دست بدیم، عوضش استانداردهای زندگی میاد بالا و مردم از دستمون راضی میشن. قانونمون رو نتونستیم تصویب کنیم، ولی اینو بخوام بزنم 10% شانس تصویب میده یا اینکه پرستیژ بگیرم. پرستیژمون هم خوبه، بذارید همچنان ادامه بدیم ببینیم قرار شرایط چجوری باشه، چون که درآمد اومده پایین و ارتشمون از کجا بیکار شد. پس خب گفته شده که دفاع یه جاش داره شکست میخوره، ولی جنگ هم تموم شد. مثل اینکه مصر کلا کشیده عقب، همینا رو داده به ما و الان ما تا اینجا اومدیم دیگه. درسته، بهتره که بیام همه اینا رو به خاک خودمون اضافه کنم. اینجا رو ببینید، عجب شهری ساختن. البته که شرایط راهنشون اصلا جالب نیستش، 75% شورشی، شورشیامون چقدر زیاد شده. در این حال اینا میخوان همه جوره با ما بجنگن، سربازای بیشتری بیارن اینجا. آیا جدی نیازه که من نیروی کمکی بیارم یا اینکه خب یونان هم کشیده عقب دیگه، یونان هم نمیخواد با همون بجنگه. من خودم هم علاقه زیادی به جنگیدن ندارم. باید توجه کنیم که این امتیازمون دوباره داره کم میشه و یه مقدار بذارید کار کنم ببینم میتونم مدیریتش کنم. شاید مجبور بشیم که خورده بسازیم. اینم از ساخت ریلا. از اینجا کار به بعد بچه‌ها من یه خورده دیگه به نظرم بهتر که همینجوری کارخونه بسازیم، بعدش میایم از ریل‌های برقی استفاده می‌کنیم. ولی برای این قضیه ما به 6000 تا برق نیاز داریم. اوکی، من میخوام کشور رو یه جوری آماده کنم که هر چه که برق نیاز باشه بتونم ازش استفاده کنیم. همین الانش هم 707 تا کم داریم. نمیدونم چی بگم، احساس میکنم که بعد روند تولید برق رو بیارم بالا. آره اگه کشور قرار باشه صنعتی بشه، بذارید ببینم کجاست این برقا. گفته شده برای اینکه بتونیم از زغال سنگ برای تولید استفاده کنیم که اینجوری 6000 تا برق بیشتری به دست میاریم، بعد این ریسرچ رو انجام بدم. توربین های استیم فراموشش نمی کنم این تکنولوژیمون انجام بشه، یه خوردم مدرسه بسازیم که هرچه سریعتر بتونیم این قضیه رو اوکی کنیم. چون اگه توجه کنید همین الانش هم ما برق کمی داریم و شاید نیاز باشه که همینجوری بسازم. حالا اوضاع کشتی سازی چجوریه؟ به نظر میاد بچه اینا رو ساخته. یعنی الان همه کشتی ما آماده جنگ هستن، میتونیم همین الان بریم برای جنگیدن. مسئله که وجود داره اینه، ما کشتی رو که خودمون تولید نمی کنیم و این نمیتونه جالب باشه. برای اینکه بتونیم کشتی تولید کنیم باید بیایم از اینا بسازیم دیگه. درسته، کجا جمعیت بیکار دارم؟ اینجا. خب
به نظر من کجا رفتش؟ کجا رو داره میگه؟ فکر کنم بچه بعد این قسمت ها باشه. حالا یه مقدار بسازیم، یه خوردن میشه توی خوزستان ساختش و اینم اینجا. برای اینکه بتونیم کشتی بسازیم به چوب و پارچه نیازه، همشو داریم، احتمالا مشکل خاصی نباشه. بیاید امیدوار باشیم که به خوبی قراره بریم جلو، بعدش از کشتی استفاده کنم. من احساس میکردم باید چه اونا قراره کشتی تولید کنم، ولی به نظر میاد اونجوری نبوده. و خب آیا همچنان نتونستیم ساختمون های دولتی خودمون رو بسازیم؟ چون این امتیاز ما الان داره اوکی میشه، تونستیم جمع و جورش کنیم. چین داره همچنان میجنگه، 414,000 در مقابل 800,000 تا سرباز دارن، ولی ما داریم بازم شکستشون میدیم. اصلا آمارمون خیلی خفه، 1,200,000 تا سرباز آورده، 1/3 اینا الان اینجا تعداد سربازه ماست، ولی همچنان داریم شکستشون میدیم. جنگیان هم که همینجوری داره ویکتوری میده دیگه، اصلا نمیدونم چی بگم. شرایط ارتشمون خیلی خوبه، ولی متاسفانه شورش مردم درست نمیشه. منم نمیتونم شورششون رو بخوابونم. با توجه به اینکه قسمت‌های زیادی رو تصرف کردیم، اینم از تکنولوژی بعدی. قراره که بریم سراغ توربین‌های استیم. خب بذارید بچه‌ها اینم انجام بشه که به زودی قراره کلی کارخونه برق داشته باشیم. بازم داریم میریم. نایس نایس، خیلی خوشحال کننده است. اصلا نمیدونم بهتون چی بگم. در این حال دارم میبینم که هزینه های ساخت و ساز به 1,000,000 رسیده، 3,200,000 تا درآمدمونه، ولی خب مصرفمون خیلی زیاده. هزینه های نظامی، هزینه های راهن ها، 479,000 تا هزینه های اضافه داریم. اوکی، مرسی از چین که داره بهمون 80,000 تا درآمد میده. همینطور تونستیم این قانونمون هم که تصویب کنیم. اینجوری ارتش خیلی از دستم راضی شدش و اقتدارم از دست دادم. از اونجایی که ما تونستیم این قانونمون رو تصویب کنیم که اجازه میده مردم هر چی که خواستن بپرستن و عملا دین از سیاست جدا بشه، انتظار دارم یه 5,000,000 اینه الان شورشامون بخوابه. در این حال قانون بعدی قراره چی باشه؟ شاید بهتر باشه که به خانوما اجازه بدم که توی کارخونه ها کار کنن. اینجوری اتحادیه کارگرها خوشحال میشن و زیاد حالا رابطه‌مون مثبت نمیخوره. عجیبه، باز این یکی بهتری که 10% رابطه‌مون مثبت میخوره. زمینداری خورده از دستمون ناراحت میشن اینکه اجازه بدیم خانوم ها حق مالکیت داشته باشن. چه میدونم یه خونه خریدن بزنن به اسم خودشون، همین هم کافیشونه دیگه، زیادی بهشون رو ندیم که بعدا برامون دردسر میشن. فرمانده هامون هم که راهی خونه شدن، متاسفانه همچنان درآمدمون پایینه. من انتظار داشتم که این قضیه درست بشه، مخصوصا که این همه تولید ناخالصمون داره میاد بالا. ولی خب هزینه های دولت، ببین بچه‌ها مشکل ما اینه، نزدیک به 1,000,000 خورده ای تا داریم درآمدمون از دست میدیم. تنفرمون هم که به 302 رسیده، باورتون میشه همچین تنفری داریم؟ بذارید من رابطه‌مو با این اوکی نگه دارم که حداقل روسیه ما رو تحریم نکنه. یه سری ها دارن رابطه‌شون رو با ما بدتر میکنه و اینکه گفته شده که تحریم، کسی که ما رو تحریم نکرده درسته. یه لحظه بذارید ببینم این چی میگه؟ این کدوم جنگ اینا؟ بابا ولم کنی، چی میخواید از جون من؟ خب الان اجازه صلح نمیده. میتونم همینجوری درخواست صلح بدم؟ نمیدونم، شاید بهتر باشه که همینجوری نگهش دارم یا اینکه درخواست رو بدیم بره. بهتره که این جنگ رو زیاد ادامه ندم که از اینا همون خیلی اومده بالا و تموم شد. بالاخره تموم شد. الان دیگه 700 چه درآمد داشته باشی، 4,000,000 درآمد داریم، 4,500,000 تا. من میتونم همینجوری هم بیشترش کنم. فرد اینا نمیرن دیگه، این ستا که برن عملا همیشه برامون قرار تغییر پیدا کنه. 132,000,000 پول اضافه داریم. میدونی داستان چیه؟ بهتره که بیام میخورده این کارخونه همو ببرم بالا که بتونیم سریعتر بسازیم. اینم از ساخت نیروگاه های برق. فکر کنم بچه اینا ساخته بشن نزدیک به 800 تا ساختمون اضافه کردم. اگه همه اینا ساخته بشه که کلا هم 160 هفته طول میکشه نه بیشتر، این همه ساختمون، 800 تا ساختمون کلا 159 هفته طول میکشه که همگی ساخته بشن، احساس میکنم که تولید ناخالصمون قراره مثل بمب بترکه. بذارید ببینم میشه بین الان جنگ داد. نه این بار باید دستشان نشون کنیم. اتریش هم که وارد جنگ داخلی شده، شورشی ها دست به شورش زدن. خب نظرتون چیه که میتونم اینجا رژیم چینج کنم؟ میدونید تا وقتی که ما با روسیه مارکت هامون یکی هستش، فکر کنم اجازه نده که اینا رو بیایم دست نشانده خودمون کنیم. یکی از مشکلات اصلی ماست. بخوام الان جنگ بدم، روسیه داره ازشون دفاع میکنه،
بخوام به بحرین رو جنگ بدم، قطر نیست بچه اینجا، بحرین اینم دوباره داره توسط روسیه ازش حمایت میشه. اینا دیگه بحرینی که همه جوری توی صلح داره خشک و زرونی میکنه. او پسر عجب دوستانایی. نایس نایس. فهمی که در مورد حقوق بانوان، این قانونی که میخواییم تصویب کنیم، مردم دارن ازش حمایت میکنن و اینو بزنم شب بهتر باشه. یه جوری بچه قرار ریسک کنیم دیگه، اگه ریسکمون بگیره 20% قرار شانس تصویبش بیاد بالا. بله 20% اومد بالا. و اینکه جدی میخوام به آمریکا اینا جنگ بدم یا بیایم سمت این کشور را، نمیدونم. اجازه نمیده که من برای خودم کلونی درست کنم. بازم برمیگرده به اینکه مارکت هامون با روسیه یکیه و متاسفانه باید بگم که بودجهمون داره داغون میشه. 1,500,000 تا هزینه های ساخت و سازمونه، 2,500,000 تا هم که هزینه های دولتی. عجب داستانیه پسر. چرا دیپلماسی ما باز شده که امتیازم کم بشه، درآمدم کم بشه؟ روسیه، آهان، داریم توی روسیه سرمایه گذاری میکنیم ولی با این وجود بازم داره رابطه‌مون منفی میخوره. اصلا نمیدونم چی بگم، نمیتونم رابطه‌مون با کسی بالا نگه دارم، بیشتر به خاطر اینکه تنشمون خیلی زیاده. میشه به این اعلان جنگ داد؟ به چی؟ اینکه نمیتونم اعلان جنگ بدم به این هم همینطور. پس بدیم اعلان جنگ رو به هند شرقی. احتمالش هستش که چین وارد جنگ بشه، روسیه ازشون حمایت کنه. الان روسیه با کسی میجنگه؟ نه، همچنان با کسی نمیجنگه و راستشو بخواید مطمئن نیستم. اوضاع تحصیلات اونم خوبه، شاید بهتر باشه بچه من بیام یه حرکتی بزنم. بذارید ببینم اون دانشگاه کجا رفتن. حالا بازم قراره بودجه خودمون از دست بدیم ولی احساس میکنم که ارزش رو داشته باشه. اندازه 10 تا 15 تا اینجا بسازیم، 15 تا دیگه دانشگاه این سمت، 15 همه جا بذارید من چند تا بسازم. اینا ساخته بشن دیگه مشکل دانشگاه و ساعت تحقیقات و اینا نخواهیم داشت. بیشتر مشکل ما قراره این باشه که بودجهمون حسابی قراره منفی بخوره، همینطور احتمالاً به روزنامه و در واقع کاغذ نیاز داشته باشیم، پیپر. بذارید ببینم بچه الان اوضاع خوب. معدن طلا نیست؟ گول داره دیگه طلا. آیا من میتونم بیام معدنش رو بسازم؟ متاسفانه نه، اجازهش رو نمیده. در این حال باید بگم که دیگه چی باز شده؟ ماشین نیستش، اتومبیل. الان ماشین هم باز شده. حالا مطمئن نیستم واقعا نیاز باشه تولیدش کنم یا نه، ولی خب میتونیم تولیدش هم کنیم. جالبه که بدونید باز سمت کارخونه های تولید موتور به این داستان نگاه کنم. اینها دیگه بتونیم اتومبیل و اینا تولید کنیم. بعد ریسرچاشون رو انجام بدم دیگه. مثلا این گفته که این ریسرچ رو میخواد که بعد پیگیرش بشیم. اوکی. در این ایتالیا هم داره بهمون اعلان جنگ، دوباره داره بهمون اعلان جنگ میده. کلی کشتی ما آماده جنگ بشن، کشتی ها همگی آماده جنگ بشن که این بار قراره ما خودمون بریم بالا سرشون. اگه میخوام به جنگم بیاد به جنگیم. حالا امیدوارم که زیاد هزینه هامون نره بالا. راستشو بخواید یه مقدار مشکل بودجه داریم، هزینه های ساخت و ساز خیلی زیاد شده و احساس نمی کردم که کمبود درآمد داشته باشیم. یه لول فعلا مالیتو بیارم بالا که درآمدمون کم نشه. اگه میخوای به جنگی این بار قراره حسابی به جنگی و مومن بگن. چرا امتیازشون از ما بیشتره؟ ما کلا 60 امتیاز داریم، 125 تا فکر کنم بچه‌ها چون با روسیه توی یه مارکت هستن برای همینه که امتیاز ما کم میشه وقتی اعلان جنگ میدیم. این قضیه خوب نیستش و جنگیدن با ایتالیا هیچ نفعی برای ما نداره، هیچ سودی برای ما نداره. در اونجا دو مارکت باز کنم، بعدش هم که رژیمش هم عوض نمی کنم. نه، عوض کردن رژیم اونا آخرین چیزیه که به کارمون میاد. اوکی دیگه باشه، اگه میخوای به جنگی بیا به جنگی، ولی این جنگ ها قرار نیستش به نفع هیچ کدوم از ما باشه. استانداردهای زندگی داره میاد پایین، تولید ناخالصمون کم بوده به 1,000,000 برسه. من جدی میخوام 1,000,000 شدنش رو ببینم، چون خیلی جالب باشه. اصلا به صادراتمون نگاه نمی کنم. اینجور رو ببینید چند راههای تجاری هستش که سودی بهمون نمیدن. اینکه بخوایم تخته وارد کشور کنیم، همه این کشورها میخوان بهمون تخته بفروشن. بذارید بچه‌ها من همین روزاشو اوکی کنم، بعدش با هم ادامه‌شو بریم. اینم از آخرین گزینه. بیشتر صادرات ما قرار بچه‌ها به آلمان و چین باشه. مثلا ببینید الان 3000 تا صندلی آلمان از ما خواسته که گفته اگه میفروشیم ما ازتون میخریم. همینطور اتریش و کل کشورها حاضرن که از ما یک سری چیزا رو بخرن. در حال حاضر روی تجارت نمیتونم مالیات بذارم به خاطر اینکه دوباره مارکتامون با روسیه یکیه. میدونید یه سری مشکلات هستش، این که بخوام مثلا خودم از اینا جدا کنم درآمدم میاد پایین و ما عملا میدونید یه سری از کارخونه اصلا به دردمون نمیخوره. میخوام به جنگ، هنگ کسی هم که
مثل اینکه از این حمایت نمی کنم. ببینم ارتشمون چجوری میتونه بیاد اینجا؟ آیا اجازه شما ندیگه؟ اجازه نمیدی که اصلا حمله کنه؟ هیچ ایده ای ندارم که چجوری قراره از سمت دریا بیاییم اینجا. و مثل اینکه بالاخره تونستیم قانونمون هم تصویب کنیم که خانوم ها صاحب زمین بشن، حق مالکیت داشته باشن و شورشام داره زیاد میشه. من مجبور شدم که یه لول مالیاتو بیارم پایین. بذارید ببینیم داستان چیه. فکر نمی کنم دیگه قانون خاصی برای ما مونده باشه. اینکه کارخونه هامون یه مقدار ایمن باشن، ولی اینجوری صاحب زمین و کارخونه داره ناراحت میشن. بچه ها همینانوش هم ناراحتن از دستمون. بالاخره تونستیم این توربین های استیم هم باز کنیم. ریسرچ بعدی همه اینا باید ببین بچه ها، کل اینا باید اوکی بشن که بتونیم مثلا ماشین تولید کنیم یا تراکتور چه میدونم. به همه شون نیاز داریم، برای همین اینا بچه ها مثلا اتومبیل اجازه ساختشو میده. بنام یه اینا رو انجام بدیم ببینیم قرار شرط کلیمون چجوری باشه. ایتالیا نتونسته بهمون حمله کنه، ما هم میتونیم با ایتالیا صلح کنیم، یا اینکه مثلا یه خورده صبر کنم یه مقدار جنگ به نفع ما بشه، خود ایتالیا خسته بشه که اونجا مارکت باز کنیم. نمیدونم، احساس میکنم که این برنامه میتونه بهتر باشه. همچنان تولید ناخالصمون به 1,000,000 نرسیده. سریع بیاییم به اوزینم یه رسیدگی کنیم. ای چون نمیاد بردا، متاسفانه نمیتونم امتیازمون رو زیاد کنم دیگه. این بار میخوام تلفونا رو باز کنم بره، جدی میگم. یعنی این قضیه نیازه که این ریسرچ رو انجام بدیم. کلن هم که گفته شده که 35 ماه طول میکشه، نه بیشتر. کارخونه ها رو داریم با سرعت خیلی زیادی میسازیم تا جایی که من میدونم. الان بعد اجازه شو بده که از زغال سنگ استفاده کنم که کلی برق تولید کنیم. آیا زغال سنگش رو داریم؟ مسئله اینه، آیا ما زغال سنگ کافی نداریم؟ بر همین باید کارخونه‌اش رو بیشتر کنم که حالا 72 تا کارخونه‌اش رو اضافه کردم. بازم اگه بخوام اضافه کنم نه دیگه، ظرفیت بیشتر نداریم که. اصلا یه سری مشکلاتی هستش که نمیشه در موردشون چیز خاصی گفت. و اینکه زیر دریایی داشته باشیم. نایس، تولید ناخالصمون بالاخره به 1,000,000,000 رسید. او بسر 1,000,000,000 الان تولید ناخالص داریم که داره همینجوری هم زیاد میشه. ولی خب شورشامون هم داره میاد بالا، من اصلا شورشا رو نمیتونم کنترل کنم. یه سری جایی که میدونید داریم صنعتشو میکنیم، کارگرا رو مجبوریم مرخص کنیم. اونجور جاها اصولا کارگرا ناراحت میشن. ببین بچه‌ها الان گفته شده که 1,000,000 کارگر به خاطر اینکه اخراج شدن از دستمون ناراحتن. نمیدونم، من که در مورد اونا نمیتونم کار خاصی کنم. میخوام یه لول مالیاتو بیارم پایین. به جا شاید بهتر باشه که لول ارتشمون رو کم کنیم، اوضاع بودجه‌مون رو بتونم اوکی کنم که داریم هزینه های زیادی رو روی نظامیگری انجام میدیم. شما که روی لول 1 هستی، لول 1 گفته شده که بهمون ضرر میده. جالبی که بدونید اگه بخوام ارتش روستایی رو حالت پیشرفت نگه دارم سود زیادی داره برام. خب اینجا چه خبره؟ دوباره میخواد از همون پول بگیره. ای بابا، مثل اینکه کارخونه داره از دستمون ناراحت شدن. عجب، دارم به اینا حمله میکنم. بابا این کارو نکنید. یعنی چی؟ عجب گیری کردم من. قدرت سیاسی اتحادیه کارگر رو کم بشه. الان بذار یه لحظه نگاه کنم. رابطه‌ام با این دوتا بالا هستش، برای همین مشروعیت ما خیلی بالاست. کارخونه داره ناراحت هست، یا چیز مهمی نیستش. اینا گفتن که میخوام با دموکرات ها یکی بشن. اگه اینو بفرستم اینجا پسر، مشروعیتمون الان 100% میشه. بذارید دونو بزنم که این دوتا الان با هم یکی شدن و ما عملا روشن فکر هم سمت خودمون داریم. بافای مثبتشو داره بهمون میده. همینطور میتونم از اینجا هم یه سری حالا کارهای بیشتری انجام بدم. بچه اگه موافق باشید به نظرم زمانش رسیده که برای خودمون مستعمره ایجاد کنیم. این قانون در مورد استعمار هستش. در حال حاضر کشورمون رو حالت اینه که هیچ گونه مستعمره‌ای نداشته باشه. ما اگه بخوایم ایجادش کنیم، گفته شده که کارخونه دارا و ارتش خیلی از دستمون راضی میشن. بافا و چیزهای منفی و مثبتی هم دارن که راستش رو بخوای زیاد مهم نیستش. اگه موافق باشه میخوام یا انجام بدم و بریم برای استعمار. اینجا چه خبره؟ میخواد صلح کنه مثل اینکه اینا. و نظرتون چیه؟ من نمیخوام صلح کنم. قراره خودمون درخواست صلح رو بدیم. امتیازمون داری کم میشه یا اصلا نمیتونم درست کنم. همش داریم میسازیم. بذارید ببینم ساختمون های دولتی کجا بسازم. 5 تا اینجا، 5 تا همین قسمت. در مورد صلح کردن، 3 روز دیگه درخواست صلحشون قراره بره و اونجاست که من خودم میگم چجوری صلح کنیم. قراره ازشون هم پول بگیریم، همین که اونجا مارکت بسازم و اینم از این. به همین راحتی تونستیم جنگ رو تموم کنیم. درآمدمون خیلی خوبه و
هزینه های نظامی که کم شد بودجهمون هم اوکی شد دیگه بچه. این هزینه های نظامی که بودجه ما رو داغو میکنه، اصلا مالیات هم خیلی زیاد نکردم روی سه هستش و اینجا هم که دموکرات پارتی رأی آورده، اینا خیلی دارن نفوذ به دست میارن. اگه توجه کنید اتحادیه کارگرها و روشنفکرها با هم یه 40% نفوذ دارن، کمونیست ارتش، ارتش خیلی داره با همون حال میکنه. شاید بهتر باشه یه مقدار بودجهش رو کم کنم. دانشگاه هامون هم که بالاخره دارن ساخته میشن، البته ما کلی قراره به کاغذ نیاز داشته باشیم، قانونمون رو خیلی سریع تونستیم تصویب کنیم در کمال تعجب و همین راحتی تونستیم تصویب کنیم. چجوری اجازه شد؟ آها، دارن به عثمانی اعلان جنگ میدن. متاسفانه دوباره چین خواسته با ما مخالفت کنه. اوکی، من هیچ مشکلی نمیبینم. اگه عثمانی میخواد یه لحظه بذارید ببینم، گفته شده که میتونم دست نشانده بگیرم. اینجا کجاست؟ در مورد اینا اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که کجا هستن. این ور دنیا رو من چیکار دارم به عنوان دست نشانده؟ بهتره، شاید بهتر بشه که بیام یه سری از قسمت‌های عثمانی رو دوباره تصرف کنیم. یه دونه هم بعد این قسمت باشه. اوکی، اینا میتونیم تصرف کنیم و امتیاز زیادی برام نمونده. تا جایی که میدونم 21 تا امتیاز داریم. بهتره که حواسمون باشه که این امتیازمون رو کجا خرج میکنیم. بچه‌ها من میخوام اینجا رو هم بگیرم. همچنان 10 تا داریم که دوباره بیایم از چین درآمدشون رو بگیریم. چین هر چه که بخواد میتونم باهاش بجنگم و بزنم نابودشون کنم. شما هم که میخواید دوئل کنید بزنید همدیگه رو لت و پاره کنید. اوه بچه، وای، اشتباه منو ببین، اصلا فرمانده کشتی استخدام نکردم. میگم چرا کشتیامون نمیجنگن. وای ببین من چه حرکتی زدم، خدایا. این از فرمانده کشتی ها و اینم از دریا سالار هامون. یارو هم که فرمانده کشتیه ولی معتاد به الکل هستش، حالا یه خورده درد سر درست میکنه برامون. افراد بهتری هم وجود ندارن. اینم از این. چجوری میتونم اینا رو پروموت کنم؟ بذارید سریع بیام همه رو پروموت کنم. خدای من چرا سریعتر به این از این نگاه نکردیم؟ میگم چرا اصلا ارتش دریایی رو نمیشه استفاده کرد. ای بابا ای بابا، حالا کاری که انجام شده ای بی نداره و جنگ بعدی قراره از این استفاده کنیم که چه حالتی بگیره، تو حالت نگهبانی باشه یا به کشتی های دشمن حمله کنه. شما بهتره که حالت نگهبانی داشته باشه. حالا فعلا نیاز نیستش که من چیزی بگم، چون اینا سمت دریا که نمیخوام با همون به جنگم. مشکل اصلی ما قرار سمت زمین باشه که حالا من به ارتشمو گفتم آماده جنگ بشن، احتمالا یه مقدار بوف مثبت داشته باشیم. ما دیگه نباید اصلا شرط ارتشمون رو عوض کنیم. گفته شده که 55% بوف منفی داریم و کشتیامون آماده جنگ شده. مثل اینکه دریادار ابراهیم شاه بختیاری به دریا سالارهای تهران اطلاع داده که ناوگان دریایی او هر دشمنی که به خلیج فارس نزدیک بشه رو از ما دور نگه می‌داره. دمش گرم، جدی میگم دمش گرم. سواحل امن به معنای تجارت امن هستش. این همی که باعث میشه تجارتمون بهتر ادامه پیدا کنه. یا اجازه دهی که دکتورین دریایی خود را راه بنازیم. ناو دیفنس، بچه ها برای کشتیامون دیفنس میده. خب راستش رو بخواید به نظر من تجارتمون شاید زیاد مهم نباشه. اینکه کشتیامون دفاع داشته باشن آره میتونه بهتر باشه، چون که پارت بعدی بازی میخوام بریم بالا سر آمریکا. آره من یه خورده بهتر میبینم. اصلا من زودتر نگاه میکردیم به این داستان، کاملا اشتباه من شد که سعیتر متوجهش نشدیم. الان دیگه کشتی همونم آماده هم و همینجوری میتونیم فرماندهشون کنیم. بذار من یه فرمانده هم بیام سمت هند استخدام کنم، چون تعداد فرمانده هامون کمه. مجموع سربازامون همچنان 517 هزار تا هستش. چین چقدر نیروه؟ اینا جنگشون شروع شده و واقعا میخوام به جنگن. چین هم آنچنان کشتی نداره. عثمانی ها کلن 12 هزار تا. انگلیس ببخشید، میخواستم به آلمان نگاه کنم. اینم 76 تا. میگم ناوگان دریایی ما احساس میکنم بچه همینانونش هم خوب باشه. حالا اگه موافق باشید پارت بعدی میخوام اینو به 200 تا برسونم که راهی آمریکا هم بشیم. قرار به جنگی. اوکی، من بذار سری همه ارتشامون آماده کنم. اینم از آخریش که میخوام بهش بگم. از اینجا حمله کنه به عثمانی ها. بزنید ببینیم برای جنگیدن ببینیم قرار شرایطمون چجوری باشه. خب هزینه های آموزش بیاد پایین یا اینکه همچنان دفاعشو ارتقا بدم؟ دفاعشو بذارید بچه ارتقا بدیم که ناوگان دریاییمون بتونه به خوبی برامون به جنگ. سربازا هنوز نرسیدن. احتمالا بچه ارتشمون شکست بخور. من مطمئنم که قراره شکست نخوریم، چون اینکه عثمانی اصلا نتونستن پیشرفت کنن و
با اینکه ما اینجا باف منفی داریم، با اینکه 45% باف منفی داریم، بازم داریم همینجوری شکستش رو میدیم. من نمیدونم چی بگم، پسر خیلی خفن شده و ساخت و سازهامون که دارن ادامه پیدا میکنم. فکر کنم دیگه بچه ما کلی اومدیم اینجا دانشگاه اوکی کردیم. آره دانشگاهمون دارن اوکی هم میشن، حالا همشون همینش که ساخته نشده ولی خب داریم میسازیمشون. چقدر کاغذمون کم اومده، لحظه بذارید به این داستان نگاه کنم ببینم کاغذ ما شرطش چجوری. زیاد بد نیست راستشو بخواید، احتمالا بتونیم جمع و جورش کنیم. و اینم که اوضاع مارکت ها هستش که تخت کم آوردیم، نمیتونیم کشتی زیادی تولید کنیم و اگه یه چیز میزه دیگه اوکی شدن. لباس داریم تولید میکنیم، صندلی داریم تولید میکنیم و احتمالا دیگه از اینجای کار به بعد کلا تولید و بیخیال بشم، چون که شاید بچه دیگه زیاد نتونیم پیشرفت کنیم. مثلا تولید ناخالصمون داره همش اینور اونور میشه ولی احساس میکنم نتونه زیاد بره جلو. همچنان داریم از اینجا هم که بهشون حمله میکنیم، 1000 تا سربازمون در مقابل 14000 تا ارتشمون دیر رسیده. متاسفانه ارتشمون دیر رسیده ولی خب الان داریم به پایتخت عثمانی میرسیم. همه جوره هم دارن شکست میخورن. چجوری قرار از اینجا بریم جلو؟ چون اگه توجه کنید همینا رو گرفتیم، ارتشمون نمیتونه به اینجا حمله کنه. بذار یه لحظه یه حرکتی بزنم. ناوگان دریایی ما آیا میتونه بهمون کمک کنه که ما بیایم به اینجا حمله کنیم؟ اینها اینجوری قراره به سمت دریا و اینجور داستانا حمله کرد. خب تو این یارو ببر اونجا، همینطور یکی دیگه هم از اینجا سعی کنه که به دشمنمون حمله کنه. یه هم از این دوباره. بذارید با هم یه نگاه کنیم، جدی میگم و بعد یاد بگیم که چجوری میشه از کشتی استفاده کرد و تجارتمون همینجوری ادامه داره. سربازهای زیادی رو گذاشتیم اینجا، همچنان 1000 تایی داره دفاع میکنه. پسر اینجا رو داشته باشید، با 1000 تا سرباز این همه از دشمن کشته گرفته و کل سربازای ما مجروح شدن. من نمیدونم چی بگم، ناوگان دریایی که حمله نکردن. شاید باید بهشون یه مقدار زمان بدیم یا چه میدونم یه همچین چیزی باشه. چین هم که مثل این که داره شکست میخوره، چین نابود شده. ولی مسئله اصلی برام اینه چجوری از سمت دریا بریم جلو. خب مثل این که بالاخره اومدن. آهان آره بچه ها، یه خورده باید بهشون زمان میدادیم که بتونن بیان جلو. سری بعدی بهتره که اینجا هم از مصر بگیریم و سربازان عملا اومدن. پسر همه جوره دارن یعنی عثمانی رو نابود میکنن. الان کل ارتش عثمانی ها اینجاست که داریم با 5000 تا 6000 تاشون شکست میدیم. پایتختشون همه چیشون کلا اینجا تصرف شد رفت، کسی از اینجا نمیتونه دفاع کنه. یعنی من پورت بعدی بازی شده بچه ها، هر چقدرم که خرج داشته باشه بهترین ناوگان دریایی این بازی رو میسازم. اینو بهتون گول میدم و بعدش هم که قرار راهی آمریکا بشیم که اصلا کشتی نداره. تازه یا گرفتم، به نظرم جالب شدش. من یه مقدار احساس میکردم که بازی داره روند خسته کننده یو میبره جلو ولی خب الان که این جنگی ناوگان دریایی رو دارم میبینم احساس میکنم که یه جون تازه گرفته. و چیکار میکنید پس؟ چینی ها اینجا هستن، بازم داریم چینی ها رو هم شکست میدیم. همچین ارتشی خب میدونید باید به جنگ دیگه، باید به جنگ. الان که ما این همه ساعت تحقیقات داریم سمت نظامیگری، آیا میتونیم بیایم تانک ها رو باز کنیم؟ کلا 3 سال زمان میخواد که تانک ها باز بشن بچه، زمان زیادی نیستش. نظرتون چیه که تانک ها رو هم باز کنیم؟ بهترین ناوگان دریایی هم که داریم شاید بشه از اینجا هم اومد جلو. آره ما اجازهش رو داریم که همه جوره به اینجا برسیم. ایرکرافت بچه، این یکی گفته شده که برای ناوگان هوایی هسته، یعنی یه چیزی باشه که خب میدونید هواپیما و جنگنده ها رو با خودش حمل کنه. این یکی دیگه باور نکردنی. او بذار اینو ببینید، ببینید چه حمله ای هم داره بهمون میده. اینها دیگه پرنده اینجا هست، جنگنده و اینو داشته باشیم. اصلا انتظار نداشتم همچین چیزی رو ببینم. و تکنولوژیمون هم که داره انجام میشه، ساعت تحقیقاتمون خیلی اومده بالا. اینا دیگه کلا 19 ماه طول میکشن که انجامشون بدیم. میتونم تلفن رو باز کنم یا اینکه تولیداتمون رو بیارم بالا. بهتره که فلنگ داشته باشیم که بازم ساعت ساخت و اینجور داستانا میده. فکر کنم جنگ اینجا تموم شدش، عثمانی عملا کشیده بیرون و ما دیگه اینجا رو تصرف کردیم. یه دونه هم اینجا هم از مصر بگیرم دیگه تموم میشه. سری بعدی شاید بیام از روسیه جدا بشم، عثمانی و مصر رو دست نشانده خودم کنم
بهتره که این دست نشانده ها رو از چینم بگیریم و آره جدی خوش آمد. ارتشم داره میجنگه، به نظر میاد بچا چینیا سرباز آوردن به خودشون و ما اینجا نصف اینا هم سرباز نداریم، بازی هم داریم شکستشون میدیم. 800 هزار تا سرباز دفاعی داره، کاغذ احتمالا نداشته باشیم یا نه دیگه کاغذ اوکیه، مشکل خاصی اینجا نمیبینم. یه سری چیزا هم دارن ساخته میشن. اول بچا نفت ببینی چه سودی هم داره میده به همون. او پسر سودو ببینید اینجا، ولی خب یه مسئله هستش، کارگر بیکار ندارم چیکار کنی. وای 2000 تا درآمدمون رو میاره بالا. مثل اینکه که بچه دیگه چینی ها میخوان با همون صلح کنم، ببینی چقدر ازشون مجروح گرفتیم. اوکی همچنان میخواد درآمدمون رو بده و درآمدمون الان خیلی زیاد شدش، داریم ازشون 129000 تا سکه میگیریم. در این حال اینجا هم که دیگه کاملا تصرف شده، بهتر که همشون رو به خاک خودمون اضافه کنیم. داریم امتیاز زیادی خرج میکنیم، اگه توجه کنید امتیازمون منفی خورده دوباره. یه دونه اینجا رو نگه داشته که درسته. اوکی الان تولید ناخالص ما به 1.1 بیلیون دلار رسیده که به نظرم واقعا شرایط خوبیه و عملا تولید ناخالص ما باید 3 برابر چین باشه، کم مونده که 3 برابرشون بشه. جمعیت اونم خیلی زیاد شدش، ببینید بچه به 95 میلیون نفر رسیدیم. میزان تحصیلات مردم من احساس میکنم که پارت بعدی بازی حتی شاید مثلا تا 75% اینا هم برسه. با این همه دانشگاهی که ما داریم مثل بوم قراره بترک، همچنان شورش هستش و من نمیتونم شورش ها رو درست کنم، وفادارها به ما کم هستن راستش رو بخواید. بعد کاری که انجام بدیم این باشه که از روسیه جدا بشیم. در موردش مطمئن نیستم، چون اگه از روسیه جدا بشم کشورم رو تحریم میکنن. تنشمون خیلی زیاده، 335 تا تنش داریم. تنفرمون به قدری هستش که مطمئن نباشم، ولی چیزی که بهتون گول میدم اینه، میخوام راهی جنگیدن با آمریکا بشم و مثلا میتونیم 2 تا بندر رو ازشون بگیریم. خیلی جذاب میشه که بیایم این قسمت ها رو ازشون بگیریم و چه میدونم حالا یه سری حرکت ها بزنیم. این سری دیگه داره واقعا به آخرش میرسه و بازی داره سنگین میشه، احتمالا اندازه 2 تا یا 3 تا پارت دیگه هم ادامه بدیم و پایان رو اعلام کنیم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد میتونید لایک محکم بکوبید. هر نظری، پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی که بود حتما توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم دوستان من و فعلا تا ویدیو بعدی و دیدار بعدی، خدا نگهدار.